سلام و درود بینندگان گرامی از دو تی وی. امروز سه شنبه 11 ژانویه است. در استودیو با شما هستم فیروزی حید. در برنامه خبری امروز چون این موضوع را داریم. اینک توجه کنید. درخواست کمک به چهارشنبه در زندان. آغاز تحرکات مشکوک کمیته دولتی امنیت ملی در بدخشان. نرخ چیپته‌ها از تاجیکستان به روسیه باز گران شد. واکنش طالبان به اظهارات اخیر امام علی رحمان. برخی ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان با برگزاری یک اقدام میخواهند با جمع آوری کمک ها به چهارشنبه در زندان کمک کنند. روزنامه نگار اناره سرکار و در صفحه فیسبوکیش خبر داده گفته است که اویله ورزشگر چهارشنبه به یاری معنوی و مادی ما نیاز دارد. مبلغ پیش از همه برای پرداخت خراجات نقلیات، خریدن آذوقه‌واری و کالاهای ضروری برای چهارشنبه روانه می شوند. خانم اناره سرکار و می افزاید عین زمان پدر چهارشنبه در شهر دوشنبه حضور دارد و ما خوب می دانیم که هر کسی با این رژیم دوچار آمده است می داند که این بازداشت، نگهداری در سیزا و زندانی شدن در تاجیکستان یک تجارت خیلی گران ارزش است و اکثر وقت برای خویشاوندان خیلی دشوار تمام می شود. 6 دکبر سال 2021 دادگاه در مسکو چهارشنبه را طبق ماده 18-8 کدکس ماموری فدراسیه روسیه و ایران کردن قاعده های ورود به فدراسیه روسیه یا رجه بود و باش در فدراسیه روسیه از جانب شهروند خارجی یا شخصی به شهروند گناهگار دانسته او را به تاجیکستان اخراج کرده است. مقامات تاجیکستان پس از ورود چهارشنبه بلا فاصله او را در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه با ایتیام برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی و ترغیب ساکنان به تغییر ساخت کنستیتوسیونی بازداشت و سپس به سیزای کمیته دولتی امنیت ملی انتقال دادند. چهارشنبه زاده شهر خارق ولایت مختار کوهستان بدخشان است که از سن کودکی به ورزش مشغول بوده، از سال 2016 به این سو به طور کسبی به ورزش در نمود محاربه‌های آمیخته شغل می‌ورزد. نیروهای کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در شهر خاروق با تحرکات مشکوک و فتنه انگیز آغاز کردند که ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان را نگران کرده است. پایگاه خبری پامیر دیلی نیوز که اخبار این ولایت را بیشتر پیگیری میکند در استناد به منابع خود در شهر خاروق خبر داده است که نیروهای کدام در شبهای 4، 6، 8 ژانویه سال جاری تقریبا ساعت 2:30 دست کم 3 مرتبه شاهدی آن بودند که ماشین های بارکش نظامی حامل جوانان از بینای کدام به سمت مرز افغانستان رفتند. شاهدان عینی نقل کردند که جوانانی که در این ماشین ها بودند در تن لباس های معمولی افغانی و در سرشان کلاه پکول داشتند. ساکنان ولایت این تحرکات اغواانگیز نیروهای کمیته دولتی امنیت ملی را آغاز فتنه و تکرار حادثه های شبیه قزاقستان می دانند که هدف از برپا کردن آن ترور و یا نیست کردن رهبران مردمی با مثل محمد باقیروف، خورسند مزاروف، منور شنبیف، طالب ایانبکوف و دیگران بوده است. مقامات رسمی تاجیکستان تا حال به مطلب واکنش رسمی نشان ندادند، اما 15 دکبر سال 2021 سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در صحبت با فعالان بدخشان تهدید کرده بود که اگر تظاهر کنندگان آرام نشوند نیروهای امنیتی در خاروق آماده انجام عملیات ویژه علیه سرانی گروه هستند. این هم در حالی است که پس از حادثه های 25-28 نوامبر 2021 در ناحیه روشخلا و شهر خاروق که به قتل 3 نفر و دست کم زخمی شدن 17 کسی دیگر از ساکنان ملکی انجام شد، در ولایت مختار کوهستان بدخشان کمیسیه 44 نفره از حساب فعالان جامعه شهروندی تشکیل شد و در ابتدا قرار بر این بود که در یک جایگی با مقامات تحقیق و تفتیش این حادثه ها را پیگیری میکنند. اما رادیو آزادی 5 ژانویه خبر داد که حجمری پیرنظرف مسئول دفتر مطبوعات کمیسیه 44 روزی 4 ژانویه گفته که مقامات آخری هفته گذشته فراموز ارگاشوف را به صحبت دعوت کردند. همچنین امروزها گفته می شود که نسبت فراموز ارگاشوف پرونده جنایی باز شده است.
مقاماتی تاجیکستان اشتراکچیانی حادثه های ماه نویبر سال گذشته در بدخشان را گروه های جنایتکار و تروریست گفته بودند. همچنین دیروز 10 ینور در نشست غیر نوبتی سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی هم امام علی رحمان بدون نام بردن و تحقیق کردن حادثه های قزاقستان در عموم اعتراضگران را اوباش و تروریست نامید و تاکید کرد که تروریست ها دین و دولت و ملت ندارند، باید کشته شوند. به نظر می رسد این اظهارات امام‌علی رحمان مخصوصی حادثه های قزاقستان نبوده، بلکه یک پیامی هشدار دهنده برای تاجیکستانی ها و بخصوص ساکنان بدخشان نیز می باشد و از این طریق خواست به سران کشورهای عضو بفهماند که اگر چنین حادثه های در تاجیکستان تکرار شوند، تمام اعتراضگران را خواهم کشت و نیست و نابود میکنم. در تاجیکستان نرخ چیپت‌های هواپیما به سمت روسیه به طور نظررس گران شده است. بخصوص نرخ چیپت‌ها از شهرهای تاجیکستان به سمت مسکو از پیشتر دیده گران‌تر شده است. اگر نفر خواهد که چیپت را 2-3 روز پیش از پرواز بخرد، پس باید بیش از 5000 سومانی پرداخت کند. حتی 10-12 روز پیش از پرواز هم چیپت‌های پرواز مستقیم از دوشنبه به مسکو نه کمتر از 5000 سومانی ارزش دارند. یک کارمند کسه های چیپت فروشی به وستا گفته است که 3-4 روز پیش نرخ ها تماما دیگر بودند. چیپت در سمت دوشنبه مسکو از 2400 سومانی تا 30000 سومانی ارزش داشت. این کارمند کسه چیپت فروشی در ادامه قید کرد که هر سال در ماه ینور چیپت های هواپیما به سمت روسیه نسبت به دیگر ماه های سال ارزان تر بود و امسال نرخ آنها یک بار بالا رفت. این به طلبات وابسته است. چی قدره که آدمان می خواهند چیپته بخرند، همان قدر نرخ آن گرانتر می شود و نرخ را شرکت های هواپیمایی مقرر می کنند. یادآور می شویم که در بهار سال 2021 وقت پروازهای چارتری میان تاجیکستان روسیه افزایش یافت، نرخ چیپت ها تا 10-12 هزار سومانی بالا رفت. آن زمان آژانسی اویاسیای گرجدانی تاجیکستان از شرکت های هواپیمایی روسیه طلب کرده بود که چیپت های دوشنبه مسکو دوشنبه را با قیمتی نه بیشتر از $500 فروشند. حکومت طالبان در افغانستان اظهارات امام علی رحمان را که 10 ینور در نشست غیر نوبتی کشورهای عضو سازمان عهدنامه امنیت دسته‌جمعی صدا داد، به پایه خوانده رد کردند. تلویزیون دولتی افغانستان با نشر پیام در توییتر از قول بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان خبر داد که مقامات این کشور اظهارات امام علی رحمان در مورد حضور نظامیان طالبان در مرز تاجیکستان را رد کرده، آن را به اساس دانسته است. معاون سخنگوی طالبان میگوید ادعاهای رئیس جمهور تاجیکستان درباره حضور جنگجویان در مناطق هم مرز با تاجیکستان برای فعالیت های دهشت افکنانه به اساس است و ما آن را به شدت رد میکنیم. خبرگزاری روسیه تاس می نویسد که امام علی رحمان با اظهار نگرانی گفته که وضع در مرز تاجیکستان و افغانستان روز از روز پیچیده تر می شود. حالت های درگیری طالبان در مرز صورت می گیرد. هفته گذشته در یک بخش مرز بیش از 11 جنگجوی طالبان کشته و بیش از 18 نفر دیگر زخمی شدند. امام علی رحمان در نشست غیر نوبتی سران سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی گفت که در آن طرف مرز تاجیکستان در افغانستان بیش از 6000 جنگجوی طالبان در 40 پایگاه جابجا شدند و بر این اساس از سران کشورهای این سازمان برای تقویت بخشیدن حفظ امنیت در مرز تاجیکستان با افغانستان درخواست کمک کرد. بینندگان عزیز، اینجا برنامه خبری امروز به پایان میرسد. خبر و گزارش های بیشتر رو میتوانید از سامانه ما از نقطه تیوی و کانال تلگرامی از دو تیوی پیگیری کنید. خیر تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.